اما سوال بعدی ما، سوال بعدی ما میگه اتومبیلی برای اینکه با شتاب ثابت سرعت خود را در طی 3 ثانیه 7 برابر کند 48 متر جابجا می شود. خب اتومبیل با شتاب ثابت حرکت میکنه و حرکت متحرک روی خط راست یعنی روی محور ایکس. خب این مسیر حرکت خب شکل ساده از مسیر حرکت رو رسم میکنیم. خب ببینیم صورت سوال چه چیزایی رو به ما داده و چه چیزایی رو از ما خواسته. خب اتومبیلی برای اینکه با شتاب ثابت خب حرکت متحرک حرکت با شتاب ثابته. اتومبیل برای اینکه با شتاب ثابت سرعت خود را در طی 3 ثانیه 7 برابر کند، خب زمان حرکت 3 ثانیه، خب سرعت اولیه متحرک وی صفر و سرعت نهایی متحرک وی برابر با 7 وی صفر. خب اتومبیلی برای اینکه سرعت خود را در طی 3 ثانیه 7 برابر کند 48 متر جابجا می شود. جابجایی متحرک برابر با 48 متر. خب این جابجایی متحرک دلتا ایکس برابر با 48 متر. شتاب این اتومبیل در این 3 ثانیه چند متر بر مجذور ثانیه است؟ خب شتاب اتومبیل رو از ما خواسته بر حسب متر بر مربع ثانیه. خب سرعت اولیه اتومبیل مخالف صفره، یعنی صفر نیست. خب اگر دقت کنید در اینجا وی صفر رو نداده، ولی رابطه وی و وی صفر رو به ما داده، دلتا ایکس رو داده، زمان حرکت رو داده. خب شتاب حرکت رو به ما نداره، بنابراین ما میتونیم از معادله مستقل از شتاب حرکت با شتاب ثابت استفاده کنیم. خب معادله مستقل از شتاب حرکت با شتاب ثابت بدین صورت دلتا ایکس برابر با وی صفر به اضافه وی تقسیم بر دو ضرب در تی. در نتیجه دلتا ایکس 48 متر برابر با وی صفر رو که نداریم به اضافه وی برابر با 7 وی صفر تقسیم بر دو ضرب در زمان حرکت 3 ثانیه. خب در نتیجه داریم 48 مساوی با وی صفر به اضافه 7 وی صفر میشه 8 وی صفر تقسیم بر دو ضرب در 3. 8 تقسیم بر دو میشه 4. خب در نتیجه 48 برابر با 4 ضرب در 3 میشه 12 وی صفر رو هم داریم. در نتیجه وی صفر سرعت اولیه متحرک برابر با 48 تقسیم بر 12 برابر با 4 متر بر ثانیه. خب وی صفر رو به دست آوردیم، حالا وی رو به دست میاریم، وی هم برابر با 7 وی صفر. خب میشه 7 ضرب در 4 برابر با 28 متر بر ثانیه. خب سرعت اولی رو داریم، سرعت نهایی رو داریم، زمان حرکت رو داریم، بنابراین ما میتونیم شتاب متحرک رو از معادله سرعت زمان به دست بیاریم، یا سرعت
اولیه رو داریم، سرعت نهایی رو داریم، خب زمان حرکت رو داریم، جابجایی متحرک رو داریم. بنابراین ما میتونیم از معادله مستقل از زمان شتاب حرکت رو به دست بیاریم. خب از معادله مستقل از زمان استفاده میکنیم، وی به توان دو منهای وی صفر به توان دو مساوی با دو ای دلتا ایکس. این معادله مستقل از زمانه. خب وی 28 متر بر ثانیه به توان دو میرسه، منهای وی صفر 4 به توان دو مساوی با دو ضرب در ای. شتاب ثابت حرکت رو نداریم، جا به جایی متحرک 48 متره. خب در نتیجه داریم 28 به توان دو، 28 ضرب در 28، 8 ضرب در 8 میشه 64، 8 ضرب در 2 میشه 16، این میشه 22، 2 هشتی 16، 2 دوی 4 به اضافه 1 5، 4 8 784 منهای 16 مساوی با 2 ضرب در 48 ای. خب 784 منهای 16 این میشه 8، این هم میشه 6 و این هم میشه 7. 768 768 مساوی با 2 ضرب در 48 ای. در نتیجه ای برابر با 768 تقسیم بر 2 ضرب در 48. خب ببینیم 768 تقسیم بر 48 چند میشه. خب این میشه 1 48. خب این 8. خب 288. خب 6 ضرب 8 میشه 48، 4 6 4 24 به اضافه 4 28. خب این میشه 16. 16 تقسیم بر 2 میشه 8 متر بر مربع ثانیه. خب از معادله سرعت زمان نیز میتونیم شتاب حرکت رو به دست بیاریم. خب این کار رو انجام میدیم. معادله سرعت زمان وی مساویه با ای تی به اضافه وی صفر، سرعت نهایی متحرک 28 متر بر ثانیه. شتاب ثابت حرکت رو نداریم، زمان حرکت 3 ثانیه به اضافه وی صفر، سرعت اولیه متحرک 4 متر بر ثانیه. خب 4 میره طرف چپ، میشه 28 منهای 4 مساوی با 3 ای. خب 28 منهای 4 میشه 24 مساوی با 3 ای. در نتیجه ای برابر با 24 تقسیم بر 3. خب در نتیجه ای برابر با 8 متر بر مربع ثانیه. خب شتاب ثابت حرکت رو به دست آوردیم که گزینه 2ه. این جواب این سوال گزینه 2 است. اما سوال بعدی ما میگه متحرکی با سرعت اولیه مثبت 4 متر بر ثانیه و با شتاب ثابت مثبت 2 متر بر مجذور ثانیه در یک مسیر مستقیم 12 متر جابجا میشه. خب متحرک ما روی مسیر مستقیم یا محور ایکس جابجا میشه. خب شکل ساده رو برای مسئله رسم میکنیم، یعنی شکل ساده از مسیر حرکت و متحرک رو رسم میکنیم تا ببینیم چه چیزهایی رو داریم و چه چیزهایی رو میخواییم. خب
متحرکی با سرعت اولیه مثبت 4 متر بر ثانیه. خب سرعت اولیه متحرک، یعنی سرعت متحرک در مبدأ زمان، برابر با مثبت 4 متر بر ثانیه. یعنی متحرک در جهت مثبت محور ایکس حرکت میکنه و با شتاب ثابت مثبت 2 متر بر مجذور ثانیه. حرکت متحرک حرکت با شتاب ثابت و شتاب ثابت حرکت برابر با مثبت 2 متر بر مجذور ثانیه. خب در یک مسیر مستقیم متحرک 12 متر جابجا میشه. خب جابجایی متحرک برابر با 12 متر. خب سرعت متوسط متحرک در این جابجایی چند متر بر ثانیه است؟ خب سرعت متوسط متحرک رو در این جابجایی بر حسب متر بر ثانیه از ما خواسته. خب چون حرکت با شتاب ثابته، بنابراین فرمول سرعت متوسط متحرک در یک بازه زمانی یا در این جابجایی برابر با سرعت اولیه متحرک به اضافه سرعت نهایی متحرک تقسیم بر 2. خب این فرمول سرعت متوسط متحرک در حرکت با شتاب ثابت. خب اگر دقت کنید V0 رو داریم اما سرعت نهایی رو نداریم. خب سرعت نهایی متحرک مجهوله. خب اگر دقت کنید V0 رو داریم، شتاب ثابت حرکت رو داریم، جابجایی متحرک رو داریم، اما سرعت نهایی رو نداریم. بنابراین برای اینکه سرعت نهایی رو پیدا کنیم از معادله مستقل از زمان استفاده میکنیم. خب معادله مستقل از زمان حرکت با شتاب ثابت یا معادله سرعت جابجایی حرکت با شتاب ثابت بدین صورت: V به توان 2 منهای V0 به توان 2 مساوی با 2A دلتا X. خب در نتیجه V به توان 2، V مجهول ماست، خب V به توان 2 رو می نویسیم منفیه، خب V0 4 به توان 2، بنابراین V به توان 2 منهای 4 به توان 2 برابر با 2 ضرب در A شتاب ثابت حرکت مثبت مثبت 2، جابجایی متحرک باسم مثبت در جهت مثبت محور ایکس است 12 متر. خب در نتیجه داریم V به توان 2 منهای 16 برابر با، خب 2 ضرب در 2 میشه 4، 4 ضرب در 12 میشه 48. در نتیجه V به توان 2 برابر با 48 به اضافه 16. خب 48 به اضافه 16، 8 به اضافه 6 میشه 14. خب این هم میشه 64. خب در نتیجه V به توان 2 برابر با 64 و V میشه جذر 64. V برابر با 8 متر بر ثانیه. خب سرعت نهایی متحرک رو به دست آوردیم، بنابراین از این رابطه سرعت متوسط متحرک در این جابجایی رو به دست میاریم.
از رابطه یک داریم سرعت متوسط متحرک برابر با سرعت اولیه متحرک مثبت 4 به اضافه سرعت نهایی متحرک مثبت 8 تقسیم بر 2. خب 8 به اضافه 4 میشه 12، تقسیم بر 2 میشه 6 متر بر ثانیه. بنابراین جواب این سوال گزینه 1. اما سوال بعدی ما، سوال بعدی ما میگه اتومبیلی روی یک خط راست با سرعت 108 کیلومتر بر ساعت در حال حرکت. خب اتومبیل ما روی یک خط راست یعنی روی محور X با سرعت 108 کیلومتر بر ساعت در حال حرکت یا حرکت میکنه. خب این محور X یا مسیر حرکت. خب اتومبیل در این لحظه سرعتش یعنی وی صفر برابر با 108 کیلومتر بر ساعت. سرعت اولیه متحرک 108 کیلومتر بر ساعت. خب اگر 108 کیلومتر بر ساعت رو بر حسب متر بر ثانیه بنویسیم، باید 108 رو تقسیم بر 36 دهم کنیم. خب وی صفر برابر با 108 تقسیم بر 36 دهم. خب برابر با، خب 108 تقسیم بر 36 دهم یا 1080 تقسیم بر 36. خب 3 ضرب در 6 میشه 18، 3 ضرب در 3 میشه 9، به اضافه 1 میشه 10. خب بنابراین میشه 30 متر بر ثانیه سرعت اولیه اتومبیل. راننده با دیدن مانعی در فاصله 165 متری با شتاب ثابت 3 متر بر مزدور ثانیه ترمز می کند و درست جلوی مانع می ایستد. خب راننده مانعی رو در فاصله 165 متری خود می بینه. خب یعنی فاصله این نقطه تا این نقطه 165 متر این فاصله. خب راننده وقتی که مانع رو میبینه با شتاب ثابت 3 متر بر مزدور ثانیه ترمز میکنه، یعنی وقتی پا روی پدال ترمز میذاره حرکت متحرک شتاب داد با شتاب ثابته و شتاب ثابت حرکت اندازش 3 متر بر مزدور ثانیه است. خب بنابراین وقتی راننده ترمز میکنه حرکت متحرک حرکت با شتاب ثابته و اندازه شتاب ثابت حرکت 3 متر بر مزدور ثانیه است. خب و اتومبیل درست جلوی مانع می ایستد، یعنی اتومبیل اینجا وای میسه یا متحرک ما، یعنی سرعت نهایی متحرک صفره. اگر زمان واکنش راننده T1، خب راننده وقتی مانع رو میبینه قبل از اینکه پا روی پدال ترمز بذاره، خب مدت زمانی طول میکشه، به این زمان
یا به این مدت زمان زمان واکنش راننده میگن. یعنی اتومبیل در این بازه زمانی که برابر با تی یک ثانیه با سرعت ثابت حرکت میکنه و نوع حرکت اون یک نواخته، بنابراین تی یک ثانیه اتومبیل حرکتش یک نواخته، حرکت در اینجا یک نواخت در این فاصله. خب سرعتش در اینجا که راننده پا روی پدال ترمز میذاره برابر با 108 کیلومتر بر ساعت یا 30 متر بر ثانیه. خب و زمانی که حرکت اتومبیل کند شونده بوده تی دو باشه. خب وقتی که راننده پا روی پدال ترمز میذاره نوع حرکت اتومبیل حرکت با شتاب ثابته و چون اندازه سرعت اتومبیل کم میشه نوع حرکت کند شونده نیز هست، بنابراین در این فاصله حرکت متحرک حرکت با شتاب ثابت و کند شونده است. زمان حرکت در این فاصله یعنی زمانی که متحرک با شتاب ثابت حرکت میکنه تی دو است. خب نسبت تی دو به تی یک کدام است؟ خب سوال گفته این نسبت رو به دست بیارید، نسبت تی دو به تی یک. خب این سوال در کنکور سراسری رشته ریاضی سال 96 مطرح شده. خب اگر دقت کنید در اینجا ما سرعت اولیه متحرک رو داریم در این فاصله که نوع حرکت متحرک حرکت با شتاب ثابته، سرعت اولیه متحرک رو داریم که برابر با 30 متر بر ثانیه. خب سرعت نهایی حرکت رو داریم، شتاب ثابت حرکت رو داریم، اما سرعت متحرک در این فاصله مثبته، بنابراین در فاصله زمانی که متحرک با شتاب ثابت حرکت میکنه سرعت متحرک علامتش مثبته، وی مثبته، و حرکت متحرک کند شونده است. وقتی حرکت متحرک کند شونده باشه حاصل ضرب ای ضرب در وی در هر لحظه کوچکتر از صفر، پس ای وی کوچکتر از صفر. خب بنابراین داریم خب وی بزرگتر از صفر، ای وی کوچکتر از صفر، در نتیجه شتاب ثابت حرکت رو باید در روابطمون منفی جایگذاری کنیم چون ای در این فاصله منفی است. خب وی مثبت، ای وی منفی، بنابراین شتاب ثابت حرکت در این فاصله منفی است. خب شتاب ثابت حرکت برابر با منفی 3 متر بر مزور ثانیه، یعنی در یک ثانیه 3 متر بر ثانیه از سرعت متحرک کاسته میشه. خب سرعت اولیه رو داریم، شتاب ثابت حرکت رو داریم، سرعت نهایی رو داریم، بنابراین میتونیم از معادله سرعت زمان استفاده کنیم و زمان حرکت رو به دست بیاریم. خب معادله سرعت زمان حرکت با شتاب ثابت V برابر با AT به اضافه V صفر، در نتیجه سرعت نهایی برابر با صفر،
شتاب ثابت حرکت منفی 3 ضرب در زمان حرکت T2 به اضافه سرعت اولیه حرکت بر حسب متر بر ثانیه 30 متر بر ثانیه. خب در نتیجه این میره طرف چپ، منفی 30 برابر با منفی 3 T2. خب در نتیجه T2 برابر با منفی 30 تقسیم بر منفی 3، T2 برابر با مثبت 10 ثانیه. خب زمان حرکت رو به دست آوردیم، اما باید جابجایی متحرک رو در این فاصله که حرکت با شتاب ثابته به دست بیاریم. خب میتونیم از فرمول‌های حرکت با شتاب ثابت که در اونها جابجایی متحرک وجود داره استفاده کنیم. خب ما میایم از معادله مستقل از شتاب استفاده میکنیم، دلتا x برابر با v صفر به اضافه v تقسیم بر 2 ضرب در t. خب این فرم کلی معادله مستقل از شتابه. خب در نتیجه ما میتونیم بنویسیم دلتا ایکس 2. خب جابجایی متحرک در این فاصله را دلتا ایکس 2 مینامیم. خب دلتا ایکس 2 برابر با سرعت اولیه به اضافه سرعت نهایی تقسیم بر 2 ضرب در زمان حرکت. خب دلتا ایکس 2 برابر با وی صفر 30 متر بر ثانیه به اضافه سرعت نهایی 0 تقسیم بر 2 ضرب در زمان حرکت. زمان حرکت در این فاصله 10 ثانیه است. خب این میشه 30 تقسیم بر 2 15 ضرب در 10 برابر با 150 متر. بنابراین متحرک ما 150 متر رو با شتاب ثابت حرکت میکنه تا وایسه. خب بنابراین اگر دلتا ایکس 2 150 متر باشه، دلتا ایکس 1 نیز به دست میاد. خب جابجایی متحرک در این فاصله را دلتا ایکس 1 مینامیم. خب بنابراین دلتا ایکس 1 به اضافه دلتا ایکس 2 برابر با 165 متر. خب در نتیجه دلتا ایکس 1 رو که نداریم، دلتا ایکس 2 150 متر و برابر با 165 متر. در نتیجه دلتا ایکس 1 برابر با 165 منهای 150 مساوی است با 15 متر. یعنی متحرک 15 متر با سرعت ثابت حرکت میکنه. خب اما جابجایی متحرک در حرکت یک نواخت از این رابطه به دست میاد. فرمول جابجایی متحرک در حرکت یک نواخت یا حرکت با سرعت ثابت، دلتا ایکس برابر با وی تی، این فرم کلیشه. خب در نتیجه ما میتونیم بنویسیم دلتا ایکس 1 جابجایی متحرک در این فاصله برابر با سرعت ثابت حرکت وی صفر ضرب در زمان حرکت تی 1. خب در نتیجه دلتا ایکس 1 15 متر، وی صفر 30 متر بر ثانیه است. ضرب در تی 1 که مجهوله نداریم، تی 1 برابر با 15 تقسیم بر 30 میشه نیم ثانیه. خب اما
مسئله از ما این نسبت رو خواسته، نسبت تی دو به تی یک. خب تی دو به دست اومد 10 ثانیه، تی یک نیم ثانیه. خب نسبت تی دو به تی یک میشه 20. بنابراین جواب این سوال گزینه 4. اما سوال بعدی ما، سوال بعدی ما میگه متحرکی بدون سرعت اولیه و با شتاب ثابت از نقطه A به حرکت در میاد. خب متحرک ما بر روی محور X حرکت میکنه و سرعت اولیه متحرک ما برابر با 0. خب این مسیر حرکت، یعنی محور X. متحرکی بدون سرعت اولیه، خب در مبدأ زمان سرعت متحرک یعنی بی صفر برابر با 0. متحرکی با شتاب ثابت از نقطه A به حرکت در میاد. متحرک در مبدأ زمان در نقطه A قرار داره و نوع حرکت متحرک حرکت شتابدار با شتاب ثابته. و در ادامه مسیر به نقطه B و سپس C میرسد. خب متحرک در یک لحظه به نقطه B میرسه و در لحظه دیگر به نقطه C میرسد و فاصله 120 متری BC را در مدت 10 ثانیه طی میکند. خب فاصله BC برابر با 120 متر. خب فاصله BC را در مدت 10 ثانیه طی میکنه. خب اگر زمان حرکت متحرک در فاصله BC تی دو باشه، تی دو برابره با 10 ثانیه است. همچنین جابجایی متحرک در فاصله BC برابره با 120 متر. اگر سرعت متحرک در نقطه C 20 متر بر ثانیه باشه، خب سرعت متحرک در نقطه C برابره با 20 متر بر ثانیه. فاصله بین A و B چند متره؟ خب فاصله AB برابره با چند متر؟ خب فاصله AB رو دلتا X 1 می نامیم، یعنی جابجایی متحرک در فاصله AB برابره با چند متر؟ خب این سوال در کنکور سراسری رشته ریاضی سال 89 مطرح شده. خب حرکت متحرک از نقطه A تا نقطه C حرکت با شتاب ثابته، بنابراین نوع حرکت متحرک در فاصله BC حرکت با شتاب ثابته. خب در این فاصله سرعت نهایی متحرک رو داریم، زمان حرکت رو داریم، جابجایی متحرک رو داریم، بنابراین میتونیم سرعت اولیه متحرک رو در این فاصله به دست بیاریم. خب میتونیم از معادله مستقل از شتاب استفاده کنیم. خب معادله مستقل از شتاب حرکت با شتاب ثابت بدین صورت: دلتا ایکس مساوی با V صفر به اضافه V تقسیم بر 2 ضرب در T. خب برای فاصله BC معادله مستقل از شتاب رو میتونیم بدین صورت بنویسیم: دلتا X 2 مساوی است با، خب V صفر سرعت اولیه متحرک در این فاصله، یعنی سرعت متحرک در نقطه B به اضافه سرعت نهایی متحرک در این فاصله، یعنی سرعت متحرک در نقطه C تقسیم بر 2
ضرب در زمان حرکت در این فاصله، ضرب در تی دو. خب این فرم کلی معادله مستقل از شتابه. خب دلتا ایکس دو برابر با 120 متر، وی بی مجهول ماست، به اضافه وی سی 20 متر بر ثانیه است، تقسیم بر دو، ضرب در تی دو زمان حرکت ده. خب در اینجا ده تقسیم بر دو میشه 5. خب در نتیجه 120 برابر با 5 ضرب در وی بی به اضافه 20. خب طرفین رو بر 5 تقسیم میکنیم، در نتیجه دار. خب 120 تقسیم بر 5. میشه 24. 24 برابر با، خب وی بی به اضافه 20. در نتیجه وی بی برابر با، خب 20 رو میبریم طرف چپ. وی بی میشه 24 منهای 20 برابر با 4 متر بر ثانیه. خب بنابراین سرعت متحرک رو در نقطه بی به دست آوردیم. وی بی برابر با 4 متر بر ثانیه. به راحتی میتونیم شتاب ثابت حرکت رو به دست بیاریم. خب معادله سرعت زمان رو برای فاصله بی سی می نویسیم. خب فرم کلی معادله سرعت زمان حرکت با شتاب ثابت، وی برابر با ای تی به اضافه وی صفر. خب برای فاصله بی سی سرعت نهایی وی سی مساوی با A شتاب ثابت حرکت، زمان حرکت تی دو به اضافه سرعت اولیه حرکت در فاصله بی سی به اضافه وی بی. خب در نتیجه داریم سرعت در نقطه سی 20 متر بر ثانیه برابره با A شتاب ثابت حرکت رو نداریم، زمان حرکت 10 ثانیه به اضافه سرعت در نقطه بی 4. خب در نتیجه خب این 4 رو میبریم طرف چپ، میشه 20 منهای 4 برابر با 10 ای. خب در نتیجه داریم خب 20 منهای 4 میشه 16 برابر با 10 ای، ای برابر با 16 تقسیم بر 10، در نتیجه ای برابر با 1.6 متر بر مربع ثانیه. خب شتاب ثابت حرکت رو به دست آوردیم. بنابراین متحرک در فاصله AB نیز با این شتاب حرکت میکنه، با شتاب 1.6 متر بر مربع ثانیه. خب اما ما در فاصله AB جابجایی متحرک رو نداریم و میخواییم جابجایی متحرک رو در این فاصله به دست بیاریم، یعنی فاصله ای بی رو بر حسب متر به دست بیاریم. خب شتاب ثابت حرکت رو داریم، سرعت اولیه متحرک رو داریم، سرعت نهایی متحرک رو در این فاصله داریم. خب جابجایی متحرک رو باید به دست بیاریم. خب از معادله مستقل از زمان حرکت با شتاب ثابت
استفاده میکنید. خب فرم کلی معادله مستقل از زمان حرکت با شتاب ثابت. خب وی به توان دو منهای وی صفر به توان دو مساوی با دو ای دلتا ایکس. خب در نتیجه برای فاصله ای بی داریم. خب سرعت نهایی به توان دو وی بی به توان دو منهای وی صفر به توان دو وی ای به توان دو برابر با دو ای دلتا ایکس یک. خب وی بی به توان دو میشه چهار به توان دو منهای وی ای. سرعت متحرک در نقطه ای صفر صفر به توان دو برابر با دو ضرب در ای یک و شیشدهم ضرب در دلتا ایکس یک. خب چهار به توان دو میشه شانزده منهای صفر میشه شانزده برابر با دو ضرب در یک و شیشدهم ضرب در دلتا ایکس یک. خب در نتیجه دلتا ایکس یک برابر با شانزده تقسیم بر دو ضرب در یک و شیشدهم. خب شانزده تقسیم بر یک و شیشدهم میشه ده. خب ده هم تقسیم بر دو میشه پنج. دلتا ایکس یک برابر با پنج متر. بنابراین گزینه دو درست. اما سؤال بعدی ما، سؤال بعدی ما میگه اتومبیلی از حال سکون با شتاب ثابت A1 در مسیر مستقیم شروع به حرکت میکنه. خب اتومبیل در مسیر مستقیم شروع به حرکت میکنه، یعنی متحرک ما بر روی خط راست یعنی بر روی محور X حرکت میکنه. خب شکل ساده ای از مسیر حرکت و متحرک رو رسم میکنیم تا ببینیم صورت مسئله چه چیزهایی رو به ما داده و چه چیزهایی رو از ما میخواد. خب این مسیر حرکته، محور X. خب اتومبیلی از حال سکون، خب سرعت اولیه متحرک یعنی سرعت متحرک در مبدا زمان برابر با صفر. اتومبیلی از حال سکون با شتاب ثابت A1 شروع به حرکت میکنه. خب نوع حرکت متحرک شتابدار با شتاب ثابت. خب شتاب ثابت حرکت برابر با A1. خب اگر دقت کنید در اینجا سرعت اولیه متحرک صفره، اما حرکت متحرک شتابدار با شتاب ثابته. بنابراین اندازه سرعت متحرک زیاد میشه و در ابتدا نوع حرکت متحرک تون شونده است. بعد از مدتی ادامه مسیر رو در همان جهت با شتاب ثابت ایدو تی میکنه تا بیستد. خب متحرک در ابتدا با شتاب ثابت شروع به حرکت میکنه، در یک لحظه سرعت متحرک به وی میرسه. خب از این لحظه به بعد حرکت متحرک شتابدار با شتاب ثابته اما کن شونده است. خب حرکت با شتاب ثابت اما کند شونده از این به بعد. و حرکت ما در جهت مثبت محور ایکس از این به بعد نیز.
و متحرک با شتاب ثابت A2 از این به بعد حرکت میکنه تا بایستد، یعنی سرعت نهایی متحرک برابر با 0. خب و شتاب ثابت حرکت در این فاصله A2 است. خب اگر مسافت طی شده در مرحله اول 4 برابر مسافت طی شده در مرحله دوم باشد، خب مسافت طی شده در مرحله اول یعنی L1 4 برابر مسافت طی شده در مرحله دوم باشه، یعنی L2، یعنی L1 4 برابر L2 باشه. اندازه A2 چند برابر A1؟ خب یعنی مسئله از ما این نسبت رو خواسته، قدر مطلق A2 به A1. خب این سوال در کنکور سراسری رشته ریاضی سال 88 مطرح شده. خب ما باید در هر دو مرحله از حرکت، یعنی هم در مرحله اول و هم در مرحله دوم، شتاب ثابت حرکت رو به دست بیاریم. خب اگر دقت کنید در اینجا V0 VA، خب رابطه بین مسافت طی شده در مرحله اول و مسافت طی شده در مرحله دوم نیز داره، اما چون متحرک ما تغییر جهت نمیده در هر مرحله، بنابراین مسافت طی شده در هر مرحله با جابجایی متحرک در آن مرحله برابره. بنابراین در اینجا میتونیم بنویسیم دلتا x1 برابر با 4 برابر دلتا x2. خب جابجایی متحرک در این فاصله دلتا x1 و جابجایی متحرک در این فاصله دلتا x2. خب بنابراین ما میتونیم از معادله مستقل از زمان استفاده کنیم در اینجا، خب شتابو به دست بیاریم و در اینجا نیز از معادله مستقل از زمان استفاده کنیم و شتابو به دست بیاریم. خب ابتدا برای مرحله اول، خب معادله مستقل از زمان حرکت شتابدار با شتاب ثابت بدین صورت: وی به توان 2 منهای وی صفر به توان 2 مساوی با 2a دلتا ایکس. این فرم کلی معادله مستقل از زمانه. خب در نتیجه برای مرحله اول حرکت داریم، خب وی به توان 2 ویو نداریم، منهای وی صفر صفره، صفر به توان 2 میشه صفر، مساوی با 2a1 ضرب در دلتا x1 جابجایی در مرحله اول. خب a1 مثبته چون متحرک در مرحله اول در جهت مثبت محور x حرکت میکنه، یعنی v مثبته و نوع حرکت میستون شونده است، بنابراین شتاب حرکت در مرحله اول مثبته. خب در مرحله اول v مثبته، حرکت تون شونده، خب در نتیجه AV نیز مثبته. خب بنابراین داریم از این دوتا میتونیم نتیجه بگیریم که شتاب حرکت در مرحله اول مثبته. خب در نتیجه داریم وی به توان 2
برابر با دو ای یک دلتا اکس یک. خب ای یک برابر با وی به توان دو تقسیم بر دو دلتا اکس یک. خب این شتاب در مرحله اول حرکت، اما شتاب در مرحله دوم حرکت. خب بنابراین در اینجا با توجه به اطلاعات داده شده میتونیم از معادله مستقل از زمان باز هم استفاده کنیم و شتاب ثابت حرکت رو به دست بیاریم. خب وی به توان دو منهای وی صفر به توان دو مساوی با دو ای دلتا ایکس. این فرم کلی معادله مستقل از زمانه. خب این معادله را برای مرحله دوم به کار میبریم. وی به توان دو صفر به توان دو منهای سرعت اولیه حرکت در این فاصله میشه وی به توان دو برابر با دو ای شتاب ثابت حرکت ای دو. خب دلتا ایکس جابجایی متحرک در مرحله دوم، دلتا ایکس دو. خب در نتیجه داریم صفر منهای وی به توان دو مساوی با دو ای دو دلتا ایکس دو. خب در نتیجه ای دو برابر با منفی وی به توان دو تقسیم بر دو دلتا ایکس دو. خب در این مرحله سرعت متحرک مثبت حرکت متحرک کن شونده است، بنابراین شتاب حرکت منفی است. یعنی در مرحله دوم سرعت حرکت مثبت حرکت کند شونده، یعنی ای وی کوچکتر از صفره، بنابراین داریم ای دو کوچکتر از صفره. در این مرحله شتاب متحرک ای دو منفی است. خب در اینجا نیز منفی به دست اومده، در نتیجه اندازه ای دو برابر با وی به توان دو تقسیم بر دو دلتا ایکس دو. خب اما مسئله از ما این نسبت رو خواسته. خب اگر این رابطه یک باشه و این هم رابطه دو، از روابط یک و دو داریم قدر مطلق ای دو به ای یک برابر با، و قدر مطلق ای دو برابر با وی به توان دو تقسیم بر دو دلتا ایکس دو. ای یک برابر با وی به توان دو تقسیم بر دو دلتا ایکس یک. خب وی به توان دو تقسیم بر دو هم در صورت کسر و هم در مخرج کسر وجود داره، بنابراین در اینجا وی به توان دو تقسیم بر دو هم از صورت هم از مخرج کسر حذف میشه و در نتیجه داریم خب این میشه دلتا ایکس یک تقسیم بر دلتا ایکس دو. خب این میشه یک، خب دور در دور میشه دلتا ایکس یک، این هم میشه یک، خب نزدیک در نزدیک میشه دلتا ایکس دو. خب دلتا ایکس یک برابر با چهار دلتا ایکس دو. خب در مخرج دلتا ایکس دو رو می نویسیم. خب دلتا ایکس دو با دلتا ایکس دو حذف میشه و این نسبت میشه چهار. خب بنابراین گزینه دو درسته.